بچه ها سلام، خوش اومدید دیگه با من. امروز میخوایم با هم آهنگ گوش بدیم، آهنگ اد شیرن به نام Bad Habits، عادت های بد. قبل از اینکه این آهنگ رو گوش بدیم دو تا نکته. نکته اول، من کامل این آهنگ رو نمیتونم بذارم توی یوتیوب به دلیل کپی رایت، ولی آهنگ کامل تو کانال تلگرامم هست، میتونی کاملش رو گوش بدی بدون توقف. دو اینکه میخوام راجع به کلیت این آهنگ باهات صحبت بکنم. ببین، کلیت آهنگ داره راجع به عادت‌های بد خواننده صحبت میکنه و اینکه چه عادت‌های بدش باعث شده که مثلا حال و هواش و حسش نسبت به زندگی عوض بشه. بریم با هم گوش بدیم. Every time you come around، یعنی هر موقع که این اطراف میای، I can't say no، نمیتونم نبگم. ببین، این که come around، حالا خود کلمه around رو میخوام بگم، مثلا یه نفر به شما زنگ میزنه میگه که hey where are you، I'm sorry I'm not around، can you leave it at the door. مثلا یک پیک اومده، دلیوری اومده و شما میخواید بگید خونه نیستم، میتونی اینو بذارید دم در، I'm not around، یعنی دور و بر نیستم. حالا مثلا میخوای بگی، فرض کن بابی دور و بره، is Bobby around، بابی این دور و بره، no Bobby's not around، daddy is not around، یعنی این برا نیست، این دور و بر نیست، از around استفاده میکنیم. هر موقع که آفتاب میره پایین، یعنی غروب میکنه، من میذارم که تو کنترل منو به دست بگی. حالا منظور از you اینجا توی، حالا من البته یه چیزی هم، باز یه نکته هم بگم، من خیلی وارد استعاره شعر نمیشم چون یه ذره توی استعاره شعر حالا بین علما همیشه اختلاف و خود شاعر فقط میدونه که چی گفته، ولی میخوام بگم که یک بتونین کلیت داستانو بفهمید، اینه که مثلا این یو یعنی همون عادتهای بد، یعنی وقتی که غروب میشه حالا عادتهای بد این شروع میشه و کنترل رو میسپاره دست عادتهای بدش. فقط نکته گرامرشو ببین، I let you take، ببین بعد let دیگه شما نمیخواد تو استفاده کنید، دیگه تو take اینا نیست، بعد let ساده میاد، I let you go، I let you take، I let you sit. I can feel the paradise before my world ends. من میتونم بهشت رو حس کنم قبل از اینکه دنیام از داخل منفجر بشه. ببین، implode یعنی از داخل منفجر شدن، explode یعنی اینجوری، من خودم چیز شدم جذب زده شدم، یعنی اینکه اینجوری فوران میکنه و از بیرون میریزه، ولی implode یعنی داخل میریزه و از داخل خراب میشه. و امشب یه چیز خیلی فوق‌العاده داشت. My bad habits lead to late nights and then alone. میگه عادتهای بد من منجر به این شد یا به این سم سوق داده میشه. ببین، lead to یعنی منجر شدن، سوق داده شدن، به این معنی سوق دادن. میگه که عادتهای بد من منجر به این میشه که شب رو تنها بمونم، late nights یعنی شبای خیلی دیر، ending alone تهش تنها بمونم، منجر به این میشه عادت های بد من. حالا عادت های بدشو دیگه خدا میدونین چیه. منظور مثلا این که دیگه میره بار و مست میکنه و ممکنه که کارهای خیلی بدتری بکنه. Conversations with a stranger I barely know یعنی به ندرت میشناسم. میگه یه سری مکالمه‌ای که به ندرت اصلا با کسی که میشناسمش مکالمه برقرار میکنم. خب این چیز خوبی نیست دیگه. میگه مثلا عادت های بد من یکیش اینه، اینی که مثلا مسکه میکنم و اینا، بعد با یه سری از آدما میشینم حرف میزنم که اصلا به زور میشناسمشون. همش قسم میخورم که این دیگه آخرشه، این دیگه آخرین باری که مست میکنم، اما احتمالاً اینجوری نیست. I've got nothing left to lose یعنی چیزی برام باقی نمونده که از دست بدم، چیزی برای از دست دادن ندارم، یا برای استفاده یا برای انجام. یعنی واقعا خیلی شکست خوردم، چیزی ندارم که بخوام بترسم و نگرانش باشم. میگه عادت‌های بد من باعث میشه که تو از تعجب چشات باز بمونه، wide open، stare یعنی خیره شدن، into the space اینجوری به فضا خیره شی. یعنی عادتهای بد من منجر میشه که چشات از تعجب باز بمونه و خیره شی به فضا.
به این معناست. و من میدونم که من کنترل چیزایی رو که میگم از دست میدم، مست میشم دیگه نمیفهمم چی میگم، عربده میگشم دیگه، هر چی دارم بخواد میگم و اون کنترلم رو از دست میدم. من دنبال یه راهی بودم، الان نمیتونم فرار کنم. looking for به جستجوی چیزی بودن، دنبال یه چیزی بودن که یه راهی باشه که از این مخمصه بیام بیرون و الان نمیتونم ازش فرار کنم. هیچ اتفاقی بعد ساعت 2 نمیفته. این درسته، این واقعیت داره، این درسته. عادتهای بد من منجر به تو شدن و این رو تکرار میکنه. حالا باز lead to، ختم به تو شدن، یعنی آخرش به تو رسیدن. همه پیور یعنی خالص، intention نیت، همه نیت های خالص آخر میرسه، به انتها میرسه وقتی که زمان های خوب شروع میشه. حالا منظورش از زمان های خوب همون زمان های مستیشه. میگه مثلا وقتی دیگه مست میکنم دیگه نیت خوب ندارم، دیگه اون روی بدم در واقع نشون داده میشه و دیگه یه آدم دیگه ای میشم. و میگه حاضرم که همه چیز رو خراب بکنم تا به اون اولین جرقه برسم. ببین سپارک، میخوام راجع به سپارک باید صحبت بکنم. یه نفر رو تو رابطه مثلا میبینی، یه پسر رو میبینی یا یه دختری رو میبینی، دلت همچین قیری بیری میره براش، یا چی میگن تو فارسی به من تو کامنت ها بگید که خیلی خوشت میاد. مثلا من پیمانو که اولین بار دیدم اصلا دلم پاشید دفت تو هوا. به این میگن سپارک، یعنی دفعه اول یکی رو ببینی خیلی خوشت بیاد، یه جرقه بزنه. سپارک یعنی معنی جرقه میده دیگه، ولی تو رابطه به معنی اینه که مثلا دلت بلرزه دوستش داشته بشی. حالا بعضی هستن توی رابطه دفعه اول میبینن، حالا همچین خیلی ذوق نمیکنن و خیلی مثلا سپارک ندارن. بعضیا میذارن میگذره، بعد مدت گذشتن اون احساس شکل میگیره و رشد میکنه. اما به اونی که جرقه میزنه میشه سپارک. مثلا من میگم که می and پیمان had spark، یعنی سپارک داشتیم، جرقه داشتیم. حالا من از طرف خودم که این دوری میگه از زیر چراغ نئون شروع شد که اینو در واقع دید، دختر رو دید. حالا نمیدونم دختر یا نه، ولی حالا سعی میکنم بگیم دختر بوده. و یهو همه چیز تاریک شد. من فقط میدونم که چجوری زیاده روی کنم. go too far، too far یعنی زیاده روی کردن. مثلا یکی شوخی با شما میکنه میگه that's too far، یعنی خیلی بیش از حده، خیلی زیاده رویه. اینجا داره میگه من همه مثلا اون زیر چراغ نئونی خیلی خوب شروع شد همه چی، ولی یهو همه چی تاریک شد. تاریک شد یعنی خراب شد، بد شد، چون من زیاده روی کردم. من روز چیکار کرده؟ و میگه که دوباره اون جملهش رو دوباره تکرار میکنه و در ادامه میتونید که کلن گوش بدید از اول، چون همه رو داره تکرار میکنه. مرسی که بچه ها تو این ویدیو هم همراه بودید. میدونم کلی کلمه های جدید و استعاره های جدید یاد گرفتین و حتما این آهنگ رو سعی کنید که گوش بدید و باهاش بخونید و ویدیوی منم ببینید باهاش، برای اینکه کلمات بیشتری یاد بگیرید و توی جمله وقتی که تکرار میکنید و باهاش میخونید خیلی بهتر تو خاطرتون میمونه. حتما لایک کنید، کامنت کنید، منو به دوستاتون معرفی بکنید و سابسکرایب اگه نکردی همین الان سابسکرایب بکن، چون کلی ویدیوهای خوب داریم.